بسم الله الرحمن الرحیم هموطنان عزیز ما امروز حوالی ساعت 7 صبح وقتی که به طرف کار خود می آمدم در منطقه تیمنی گذشته از جماعت خانه اسماعیلیه یک انفجار هولناک و مهیب بالای کاروان ما که می آمدیم قطار موتورهای ما صورت گرفت یک تعداد از محافظین ما که مردان بسیار شجاعی هستند زخم برداشتند که به شفاخانه امنیت انتقال شدند و به ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودن آسیب نرسیده کم سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد ولی در عین زمان به تعداد زیادی از هموطنهای ما که در اون مسیر که سرک بسیار تنگ است آسیب جانی رسیده و آسیب مالی رسیده ما از حجم خساره و از تعداد مجروحین و خدای نخواسته تلفات من نمیدانم ولی از تمام وطندارای ما که در او مسیر امروز صبح به خاطر عبور ما برشان آسیب رسیده آسیب به مالشان رسیده و به جانشان رسیده ما عذرخواهی میکنم مبارزه ما ادامه داره و ما در خدمت مردم افغانستان هستم ای آلت که امروز بالای ما صورت گرفت قوای امنیتی ما هر ثانیه هر دقیقه به خاطر دفاع از مردم ما دفاع از ارزش ها ای آلت اونا هر روز به تجربه می گیرن و ما به شجاعت از اونا به ایمانداریشان و تعهدشان به وظیفه از صمیم قلب درود و شادباش می فرستم به خاطر از اینکه یک تعداد زیاد وطندارای ما، دوستای ما، همکارای ما، متحدین ما میخواستن احوالگیری به خانه ما بیاین و خانه ما خرد است، ما توان میزبانی و قدردانی از اونا را در اونجا نداشتم وادار شدم که بیایم به دفتر و در اینجا در خدمتشان باشم و با این پیام کوتاه میخواهیم به شما اطمینان بتم که ما جور هستم، سلامت هستم محافظینم برشان صدمه رسیده در شفاخانه هستن از صدمه ما مردم ما هنوز ما اطلاع ندارم بار دیگه از اونا معذرت خواهی میکنم از تمام پیامایی که تا این لحظه به خاطر همدردی به ما رسیده ابراز سپاس میکنم و در آخر یک بار دیگه ما از جانفشانی نیروهای امنیتی ما که در برابر تروریسم که ما گاه گاه با او مواجه میشیم ولی نیروها سینهشان سپر است همه روزه همه ساله دقیقه در سالها ما بر از اونا فخر میکنم و درود میفرستم.